چهارم شوال هر سال همزمان با آغاز هفته بزرگ داشته بقی و محکومیت تخریب حرم مطهر ائمه بقی علیهم السلام توسط سنی های تندروی وهابی، حزن و اندوه شیعیان آغاز می شود. در همین راستا آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام از الله نیز طی اظهاراتی که فایل صوتی آن در سایت و کانال رسمی دفتر معظم الله منتشر شد، این جنایت شنیع ضد شیعی و ضد فرهنگی را به شدت محکوم کرد. معظم الله همچنین بر لزوم افزایش درخواست ها برای بازسازی حرم ائمه بقی علیهم السلام تاکید فرمودند و افزودند تأثیر دردناک این جنایت هولناک کم نمی شود مگر اینکه این حرم مطهر دوباره ساخته شود و آثار تخریب از بین برود. عباس علی سلیمانی عضو مجلس خبرگان ایران و نماینده سابق ولی فقیه در کاشان و سیستان و بلوچستان صبح امروز چهارشنبه ششم اردیبهشت 1402 در بانک ملی شهر بابلسر هدف سوء قصد قرار گرفت و جان خود را از دست داد. روح الله سلگی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با تایید این خبر گفته که عباس علی سلیمانی صبح امروز بر اثر حمله مسلحانه جان خود را از دست داده و با تلاش دستگاه امنیتی ضارب دستگیر شده است. سلگی اظهار داشت هنوز انگیزه فرد ضارب مشخص نیست و پس از روشن شدن موضوع اطلاع رسانی خواهد شد. گفته می شود در این حمله 3 نفر مجروح شدند اما هنوز مقامات رسمی این خبر را تایید نکردند. قاضی رائد حمید المصلح رئیس دادگاه تجدید نظر استان نینوای عراق طی اظهاراتی از سرقت آستار باستانی عراق توسط سنی های تندروی داعش پرده برداشت. وی در این باره افزود نیروهای تروریستی داعش هنگام در دست داشتن قدرت در بخش های از سرزمین عراق حجم زیادی از آثار باستانی نفیس عراق را به سرقت برده و به ترکیه و سوریه بردند. او همچنین افزود بیشتر آثار سرقت شده از همان مناطق زیر سلطه داعش به خصوص استان نینوا بوده است. آنها طوری رفتار کردند که گویا آثار را تخریب کردند اما در واقع آنها این آثار را به سرقت بردند. وزارت بهداشت پاکستان پس از تایید شناسایی 2 مورد جدید ابتلا به ویروس آبل میمون در پایتخت این کشور وضعیت آماده باش در تمامی فرودگاه‌های پاکستان را اعلام کرد. رسانه‌های پاکستانی به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت و خدمات عمومی این کشور گفتند که علائم ویروس آبل میمون در 2 مسافر بازگشتی پاکستان از عربستان شناسایی شده است. طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، آبل میمون متفاوت از ویروس کرونا و فقط تحت شرایط ارتباط نزدیک با فرد بیمار منتقل می شود. به این ترتیب، افرادی که با فرد بیمار ارتباط نزدیک داشتند، بیشتر در معرض خطر ابتلا قرار دارند. علائم شامل تب، سردرد، دردهای عضلانی و کمر، تورم غدد لنفاوی، لرز و خستگی است. همچنین ممکن است شامل بصورات پوستی باشد. منابع محلی عربستانی از درخواست 18 سازمان حقوقی برای آزادی محمد القحطانی، فعال و زندانی سیاسی عربستانی که در بند زندان‌های آل سعود است خبر دادند. گفتنی است القحطانی از بنیانگذاران جمعیت حقوقی سیاسی حسم است. حسم از نهادهای فعال و مستقل در زمینه دفاع از حقوق بشر عربستان به شمار می رود. این 18 سازمان حقوقی با صدور بیانیه رسمی خواستار مشخص شدن سرنوشت القحطانی شدند. او 6 ماه است که در محل نامعلومی بازداشت شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد ادامه کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان آخرین راه نجات این کشور از پیامدهای خوشسالی و جنگ است.
اوچا، دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل، اظهار داشت افغانستان با سومین سال متوالی خوشسالی، دومین سال مشکلات شدید اقتصادی و پیامدهای دهه ها جنگ و بلایای طبیعی مواجه است. اوچا گفته بود کمتر از 5% درخواست مالی سازمان ملل برای کمک رسانی در سال 2023 میلادی در افغانستان تأمین شده است. این نهاد تصریح کرده بود در حالی که بحران افغانستان بزرگترین و جدیترین بحران بشری در جهان است، عملیات بشردوستانه در این کشور کمترین کمک مالی را دارد. شورای روابط آمریکای اسلامی در گزارش اعلام کرد که دانش آموزان مسلمان بیش از قبل هدف تبعیض‌های اسلام هراسانه در آمریکا قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از آناتولی، شکایت‌ها در مورد حوادث مدرسه‌ای برای دانش آموزان مسلمان 63% افزایش یافته است، در حالی که 27% از مسلمانان نیز با مشکلات مؤسسات مالی در آمریکا مواجه هستند. کوری سیلور، رئیس بخش تحقیقات و حمایت شورای روابط آمریکایی اسلامی در این باره گفت قلدری و زورگویی در مدارس و کلاس‌های درس بسیار افزایش پیدا کرده و این برای ما بسیار نگران کننده است، چرا که به نظر می‌رسد کودکان هدف اصلی هستند. سیلور همچنین با اشاره به اینکه علی‌رغم کاهش 23% شکایت‌ها، همچنان روند رو به افزایش اقدامات ضد مسلمانان در آموزش و بانکداری وجود دارد، افزود مؤسسات مالی بر اساس اعتقادات مذهبی حساب‌های بانکی را باز و بسته می‌کنند که این امر تراکنش‌های بانکی را برای مسلمانان به یک چالش بزرگ تبدیل کرده است. او با اشاره به نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه سیاست اجتماعی و تفاهم در ماه مارس گفت 27% از مسلمانان آمریکا در خصوص مؤسسات مالی با مشکلاتی روبرو هستند. آیت الله سید رسول موسوی تهرانی از اساتید پیشکسوت سطوح عالی اصول فقه حوزه علمیه قم امروز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه درگذشت. وی سالیان سال به تربیت طلاب و روحانیان حوزه اشتغال داشت و شاگردان مبرزی را به جامعه اسلامی تحویل داد. آیت الله موسوی تهرانی متولد سال 1315 بود و از ایشان کتاب‌های نظیر الوسائل الی قوامض الرسائل و مجمع الفوائد فی شرح الفرائد به یادگار مانده است.